سلام به شما همه عزیزانی که در این برنامه حضور داریم و تمام عزیزانی که این برنامه رو حالا و یا بعداً دنبال می‌کنند. امسال در شرایطی 20 ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی رو شاهد یک سیرک انتخاباتی در ایران بودیم و همه ما شاهد این بودیم که مردم در تریبون‌های خیابونی جواب دندان شکنی به رئیسی و حکومت اسلامی دادن. مردم، زنان، جوانان به صلاح قاتلان آبان ماه جوابی رو دادن که حکومت اسلامی مجبور شد جناح 2 خردادش رو کنار بذاره و صف اصولگرا و ولایت فقیهیش رو سازمان بده برای نجات عمر خودش یک دست و یک پارچه. خب این مضحکه انتخاباتی، مردم در واقع در این مضحکه انتخاباتی، انتخاب سیاسی مردم تنها رأی ندادن به جمهوری اسلامی نبود، بلکه به نظر ما رأی دادن به سرنگونی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی طی برنامه‌هایی که همیشه معلومه هستیش، خودش و رئیسی رو برنده این انتخابات معرفی کرد، در صورتی که همه ما و مردم به خوبی می‌دونیم که این مردم بودن که در این انتخابات پیروز شدن، برای اینکه این مردم بودن، مادران دادخواه آبان بودن، خانواده های هواپیمایی اوکراینی و جنبش دادخواهی بودن که یک نه بزرگ دیگه به جمهوری اسلامی دادن و انتخاب سیاسی خودشون رو کردن. همین و این پیروزی بر دوش مبارزات 42 سال مردم به دست اومده. همین چند وقت پیش شاهد تعرض به خاوران، این مکان و که سمبل مبارزه و مقاومت هست، بودیم و دیدیم که تعرضات وسیعی که در ایران و سراسر جهان شد، جمهوری اسلامی رو مجبور کرد که به صلاح عقب نشینی بکنه. رئیسی یکی از افراد حکومتی هست که شواهد و دلایل کافی وجود داره که بشه به دلیل جنایت علیه بشریت، علیه اون به مجامع دادگاه های بین المللی شکایت کرد و اون رو محاکمه کرد و محکومش کرد. رئیس جمهور یک کشور نماد سیاسی یک کشور و دولت هست رو به جامعه بین المللی و این انتصاب، در واقع انتصاب رئیسی، یک امکان بسیار خوبی هست برای که رئیسی و جمهوری اسلامی رو پاسخگو، مجبور به پاسخگو بکنیم در جوامع بین‌المللی. رئیسی باید پاسخگوی جنایت علیه بشریت باشه. رئیسی باید پاسخگوی قتل‌های دهه 60 باشه. باید پاسخگوی کشتار و قتل‌های دهه 70 و 80 باشه. باید پاسخگوی کشتار 88 باشه. باید پاسخگوی اعدام نوید افکاری و مصطفی صالحی به خاطر در اثر شکنجه و اعترافات اجباری باشه. باید پاسخگوی اعدام روح الله زم به عنوان یک خبرنگار باشه. و ما مردم سال هاست که مثلا اعتراضات خودمون رو علیه جمهوری اسلامی و خواسته های انسانی خودمون رو فریاد زدیم و همین حالا این خیلی روشنه که جمهوری اسلامی مانع اصلی رسیدن به تمام این مطالبات انسانی و خواسته های انسانی ما، مثل آزادی، رفاه، برابری، شادی و عدالت اجتماعی است. ما مردم عزم جذب کردیم که هری سپوینده عزیز یک دقیقه فرصت داریم، ببخشید. حتما من آخر صحبت هم هستم. مرسی. مردم از جذب کردیم که این مانع رو از سر راه خودمون برداریم. قدم بعدی ما این هستش که در کنار خانواده زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی
یک مبارزه منسجم تری رو به پیش ببریم و هر چه قوی تر با طرح بایکوت جمهوری اسلامی و اخراج اون از مجامع بین المللی شکل دادن یک انقلاب عظیم توده‌ای رو سازمان بدیم. این کار و وظیفه امروز ماست.